واشنگتن پست نوشته است شبکه خنده تسکینی برای تماشاچیان خسته از جنگ. یک مرد دویده و پیشانه عابد را بوسید. آن مرد گفت که بسیار علاقمند این برنامه بوده و تنها یک قسمتی آن را از دست داده است، آن هم همان شبی که همسرش ولادت میکرد. نبی روشن میگوید من به آن چی میکنم مفتخرم. زمانی که نقش کسی را برای انتقال پیامی بازی میکنم، آن زمان احساس میکنم که درست مانند یک سرباز در خط مقدم قرار دارم. برای ادامه با ما همراه باشید. یادتان باشد که کانال بوداپرست را سابسکرایب کرده زنگوله را فعال سازید تا دوست همیشگی ما باشید. شخصی در مهمانی گفت آنان واقعیت‌ها را نشان می‌دهند، آنان آگاهی را بالا می‌برند. همه از سخنان او استقبال کردند. شبکه خنده برنامه بسیار موفق است که شبهای شنبه از یک شبکه تلویزیونی خصوصی در افغانستان پخش می‌شود و میلیون‌ها نفر بیننده دارد. این برنامه دو بار در طول هفته به صورت تکرار نشر می‌گردد. هیچ کسی، حتی سیاستمداران قدرتمند، بوروکرات‌های فاسد و رئیس جمهور اشرف غنی از نظر تهیه کنندگان این برنامه استثنا نمی‌مانند. در واقع جعل شخصیت غنی که به طور منظم از سوی محمد ابراهیم عابد صورت میگیرد، کسی که به طرز عجیبی دل مشغولی و به احساسی او را به مسائل سیاسی تقلید میکند، او به حد مشهور است که حتی کارمندان ارگ ریاست جمهوری نیست از اینکه یک جمعه هم بدون عکت های مانندی از رئیسشان بگذرد شکایت میکند. در احترام به عدم جانبداری، شبکه خنده همچنان دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه دولت را نیز که روابطش پس از توافق بر سر اشتراک قدرت بعد از انتخابات ناقص 2014 با غنی پرتنش گردید مسخره میکند. بازیگران نبی روشن و سیار متین متناوبا نقش عبدالله را بازی میکند. تهیه کننده های شبکه خنده در تلویزیون خصوصی طلوع میگویند که طنز سیاسی آن مجرایی برای خروج مردم افغانستان از ناامیدی بوده و قدرتمندان را به زیر میکشد. این یکی از پربیننده ترین نمایش ها در افغانستان است و عناوینی از آلودگی هوا گرفته تا جرایم و فساد را شامل می شود. روشن که 34 سال سن دارد می گوید من به آنچه می کنم مفتخرم. زمانی که نقش کسی را برای انتقال پیامی بازی می کنم، آن زمان احساس می کنم که درست مانند یک سرباز در خط مقدم قرار دارم. ماهی گذشته زمانی که موتر کارمندان شبکه خنده در یک خیابان استاد، یک مرد به سویش دویده و پیشانه عابد را بوسید. آن مرد که روح الله منصوری نام دارد میگوید که بسیار علاقمند این برنامه بوده و تنها یک قسمت آن را از دست داده است، آن هم همان شبی که همسرش ولادت میکرده. همچنان برای سانسور کردن بخش‌های حساس برنامه، شبکه خنده از سوی سیاستمداران تحت فشار قرار میگیرد و برای چهره‌های برجسته‌ای که تقلید میکنند از اسامی مستعار استفاده میشوند. روشن میگوید مانند کشورهای غربی نیست که ما بتوانیم آزادانه صحبت کنیم. مسائل مربوط به جنسیت، خشونت‌های خانوادگی و روابط زن و مرد هم موارد بسیار حساسیت برانگیزند. هیچ بازیگر زن در این برنامه وجود ندارد و در فرهنگ افغانستان قابل قبول نیست که از یک بازیگر زن به عنوان معشوقه یا فاحشه تصویر برداری شود. بنابراین تهیه کننده های برنامه شبیه سازی می‌کنند.